سلام برادر خاره عزیز، خانواده خدا. هفته گذشته نسرین در مورد همسرم نسرین، کشیش نسرین، در مورد یک موضوعی صحبت کرد، سفری به گذشته. درسته؟ خیلی ها برکت گرفتن. ما متاسفانه با آرش رفته بودیم مسافرت، خدمت داشتیم. کسانی که آرش رو نمیشناسن، این برادر در دست چپ منه. و همینطور فکر کردیم، گفتیم با نسرین که همینطور که صحبت کردم گفتیم که سفری به گذشته، گفتم پس خیلی تو پوش امروز سفری به آینده نگاه کنیم. آمین. آینده نگاه کنیم و ببینیم چه چیزهایی هست باید واقعا دقت کنیم، چطوری باید زندگی کنیم که بعد از یک سال دوباره نسرین دوباره نیاد دوباره موعظه کنه در مورد چیزهای گذشته، که دوباره توبه کنیم، بازگشت کنیم. اگر کار نسرین یکم کمتر کنید. سفری به گذشته چیز خوبی بود. باید یه چیزایی که گذشته است باید قطع رابطه کنیم، باید به آینده نگاه کنیم، به چیزایی که الان خداوند برای ما آماده کرده و با چه دیدی ما نگاه میکنیم. آمین. شما هستین اینجا؟ من فکر میکنم تو این پرستش واقعا منم لذت بردم. اونقدر پرستشم عالی بود، حضور خدا اینجا بود که عظمت او، بزرگی او در پرستشی که خداوند قلبای ما رو تشویق میکنه، بنا میکنه که باور کن من اینجا هستم و میخوام امروز در زندگی تو کاری انجام بدم. این پرستش خیلی چیز مهمه. سرود نمیخونیم، ما حضور خدا رو میاریم اینجا و که خدا شروع کنه به قلبایی که تشنه هستن و میخوان عوض بشن، خدا بتونه کار انجام بده. آمین. هفته گذشته یه چیزی دیگه بود، امروز یه چیزی تازه هست، هفته آینده دوباره یه چیزای تازه‌ای هست. یه چیزی که دقت کردم، دیدم که زمانی که تو کشورهای دیگه، کشورهای کمونیستی که هست، کشورهایی هست که دولت کارگری هست، یعنی به خدا ایمان ندارن، اینجا فقط همه در حال کار هستن، یک برابری اجتماعی هم اینجا هست، همه در حال کار هستن. و خیلی جالبه که تو این کشورهای کمونیستی اگه دقت کرده باشی، مثلا روسلند و کشورهای دیگه هم همینطور، هم ساختمونهای خیلی بلندی، سالن‌های بلندی میسازن. نمیدونم متوجه شدین یا نه، یا چیزهای بلند میساختن که افراد ببینن که یه چیزی بزرگی ما داریم. یا چون کمونیست به هر حال از مارکسیسم میاد، یعنی خدا وجود نداره، پس باید انسان برای خودش یه چیزی بسازه که نگاه میکنه میگه آه چقدر ما عظیم هستیم. یا دقت کرده باشین، مخصوصا کلیسا میگم، کشورها. جالبش اینه که تو کامبوجا حتی از طریق قانون اجازه ندادن جمعیت لباس‌های رنگارنگ بپوشن، گفتن که فقط لباس‌های توسی و فقط سیاه، که هیچ موقع یه تفاوتی به وجود نیاد. تقریبا میتونم بگم مثل اینکه این مجذوبیت رو، مثل اینکه این خوشی رو میخوان وردارن. یعنی همه میتونیم بگیم که شاید در عدالت میتونستن زندگی کنن، فقط هیچ شادی درونش نبود، هیچ مجذوبیتی نبود، همه چی مساوی بود. زمانی که رفته بودم اولین بار ارمنستان، اون موقع کمونیستی بود، یعنی همه چی که نگاه میکردیم هیچ چیزی زیبایی نبود. یه کاری که شروع میکردن همینطور ادامه میدادن خرابکاری بود، چون هیچ کسی درست جوابگو هم نبود، همه در حال کار بودن. و همینطور هم تو ارمنستان چون حقوق هم درست نبود، در حال دزدی کردن. و به این خاطر زمانی که نگاه میکنیم این کشور رو، میگید که اصلا خدایی ندارن و هیچ مجذوبیتی اونجا نیست، هیچ شادی اونجا وجود نداره، یعنی شادی، مخصوصا شادی درونی وجود نداره، فقط خوشگذرونیه. و بعد از این نگاه میکنیم به ما خدا چطور ما رو خلق کرده. و ما که میدونیم خدا ما رو شبیه خودش کرده. و همینطور به بچه ها که نگاه میکنیم، زمانی که بچه هایی که به دنیا میان فقط در حال جستجو هستن، همین همیشه مجذوب هستن، همیشه شیفته هستند. درسته؟ یعنی در حال جستجو هستن، هی بیان یه چیزهای دیگه، چیزهای تازه کشف کنن، باز کنن. این در وجود ما قرار گرفته. و زمانی که ما برحال 15 16 20 سال میشیم، یواش یواش این مجذوبیت یواش یواش خاموش میشه، چون دیگه همه چی رو میدونیم. یه زمانی که میگفتم، مثال میگم، یه بچه نمیدونم، یک آلمانی، اینطوری آلمانی ها اینطوری میگن، یه شتویک، یعنی یک پرنده از این بچه رو میاره، تو این فانتزی ها قرار میگرفتن.
یا و زمانی که دیگه بزرگ شدیم سنمون به 15 یا 12 15 سال رسیده دیگه، اون موقع میدونیم که همه چی فقط دروغ‌هایی بود، چیزایی بود، فانتزی‌هایی بود. الان عاقل شدیم، الان همه چی رو میدونیم. همزمان که همه چی رو میدونیم، مثل اینکه این چیزایی که خدا در ما گذاشته، این چیز شگفت انگیز یا این دنبالش بریم، اینا یواش یواش خاموش میشه. در حال در زندگی کردن هستیم، دنبال کار، دنبال مشکلهایی حل کنم، آرزوهایی هست، فقط در حال این هستیم که چطور میتونیم خوشبختی رو به دست بیاریم. و این چیزی که خدا در قلبهای ما، در زندگی ما گذاشته، چون ما شبیه خدا خلق شدیم، اینو از دست میدیم. این چیزی که ما از دست میدیم، این چیزی هست که مربوط به مجذوبیته. چون یا اینطوری بگم، ما توانایی این توانایی رو داریم یه زندگی مجذوبی زندگی کنیم. درست گفتم؟ یا اینطوری بگم، مجذوبیت در ما نهادینه شده، چون خدا خدای ما خدای اجاب انگیزه. ما این در ما قرار گرفته، این زندگی هست که ما باید زندگی کنیم، نه زندگی دیگه. فقط الان چه اتفاقی میفته، چه چیزی اتفاق میفته که ما اینو از دست میدیم و زندگی میکنیم، که مخصوصا که ما فرزندان خدا هستیم، روح خدا در ما دمیده شده، ما الان طبیعت خدا رو دریافت کردیم، فقط هنوز با روشی، اینطوری بگم، با روش گذشته ما زندگی میکنیم. فقط الان همه چی رو روحانی کردیم. در متی باب 6 آیه 22 و 23 اینجا میخونیم، عیسی مسیح اینجا میگه میکروفون رو میتونی روشن کنی؟ چشم چراغ بدن است. اگر چشمت سالم باشد، تمام وجودت روشن خواهد بود. اما اگر چشمت فاسد باشد، تمام وجودت را ظلمت فرا خواهد گرفت. آمین. چشم چراغ بدن است. اینجا عیسی مسیح میخواد بگه که ببین، تو این اقتدار رو داری و میتونی تصمیم بگیری بدن تو در ظلمت باشه یا در نور باشه. درسته یا نه؟ میگه چراغ، چشم چراغ بدن است. اگر چشمت سالم باشه، تمام وجودت رو روشن میکنه. اما اگر چشمت فاسد باشه، تمام وجودت ظلمت میکنه. ما میتونیم عنوان مسیحی در نور زندگی کنیم یا در ظلمت زندگی کنیم. و اینجاست که چشمامون برای چه چیزی استفاده میکنیم. دائما تو زندگی روزمره ما با چشمامون دوروبرمون نگاه میکنیم، همه چی رو برای سعی میکنیم نگاه کردن، دریافت کردن. صبح زودی که بیدار میشیم، شروع میکنیم به چشم باز کردن و نگاه کردن. و چیزایی هست که ما تصمیم میگیریم نگاه کنیم، ورداریم یا ور نداریم، نگاه نکنیم. و اینجا عیسی مسیح به هر حال اینجا میگه که این چشم تو یک ارگانی هست که تو تصمیم میگیری در از او استفاده کنی که بدن تو روشن باشه یا ظلمت، در ظلمت زندگی کنی. و چون ما دو تا چیزایی هستن، دو تا بگم گروند، یعنی میشه دلیلایی هستن که ما این زندگی که خداوند میخواد به ما ببخشه در اون زندگی کنیم، یا بخشیده ما در زندگی کنیم، یا آگاه نیستیم، یا انتظار نداریم، فکر میکنیم همینه دیگه، یا در زندگیمون ضربه هایی خوردیم و بگم تجربه های تلخی داریم که تمام تمرکزمون رفته روی این مشکلات. الان هفته گذشته همینطور نسرین در این قسمت صحبت کرد که گذشته رو نگاه کنیم، چه اتفاقاتی افتاده که بتونیم مشکل رو حل کنیم. توبه و بازگشت هر چیزایی هست که با خدا شفا میده که بتونیم جلو نگاه کنیم. بعضی هستن که واقعا ضربه هایی خوردن. الان مثال میگم، بچه هایی هستن که مثال الان
کلیسای روحانی صحبت میکنن، اصلا پدر مادر اصلا بچه‌هاشون در زمان بچگی زور کردن بیان کلیسا، زور کردن یه جایی برن، به این خاطر بچه‌ها دیگه نمیخواستن، با فشار پدر مادر رفتن، یه جوری ضربه خوردن. حتی من میشناسم بچه‌های شبانان که واقعا اصلا کلا رفتن توی دنیا زندگی میکنن. یه زمانی حتی هم تعمید گرفتن، فقط دیگه اونقدر فشار رویشون بود که زده شدن از مسیح. هر موقع در مورد مسیح صحبت میکنیم میگه کافیه، پدرم بود، پدرم شبان بود، خدمت میکردن 24 ساعت هم خدمت میکردن، و همینطور مخصوصا شبانایی بودن که 24 ساعت اونقدر زیاد فعال بودن که وقت برای بچه‌هاشون نگذاشتن. به این خاطر بچه‌ها اصلا کلا زده شدن از عیسی مسیح. الان میای اینجا مثلا میگه که واقعا عیسی مسیح یک زندگی عالی برای تو داره و یک زندگی که شگفت انگیزه، تو میتونی واقعا لذت ببری از خدا. میگه راحتم بذار، پدرم یا مادرم این انعکاس رو به من نشون داده، به این خاطر لست میشین قوه آلمانی میگن. و اینم میتونه باشه. و اکثریت ما بیشتر اینه که ما انتظار نداریم چیزای بهتری به دست بیاریم. ما در یه جایی قرار میگیریم که میگیم که اوکی، من خدا رو شکر من خوشحال هستم، عالی، همه چی خوب پیش میره. و زمانی که اینطوری ما فکر بکنیم، همینطور در این حال ما میمونیم. انتظار زیادی داشته باشین، اون موقع خدا میتونه بیشتر به ما ببخشه. خود سی اس لوئیس بود که خودش گفته که مشکل این دنیا این نیست که افراد دنبال خوشحالی نیستن، بلکه با این خوشحالی که الان دارن راضی هستن، با این مجذوبیتی که دارن راضی هستن. این مشکل این دنیاست و الان هم یه قسمتهایی خواهیم دید. فقط ما میخوایم امروز نگاه کنیم تو این سرود، هم شاید متوجه شده باشی که واقعا در مورد عظمت خدا، در مورد جلال خدا، در مورد زیبایی خدا ما اعلام کردیم. چه پرستشی عالی بود، مخصوصا این سرودهایی که من سعی میکنم روزهای مثل امروز که فقط عظمت خدا رو نشون، واقعا لذت میبرم، احساس میکنم واقعا خدا رو خوشنود میکنیم زمانی که با ایمان اینو پرستش میکنیم. خدا رو خوشنود میکنیم، فقط برکت یافته ما هستیم. من هستم زمانی که پرستش میکنم، حتی در این پرستش چیزایی دریافت میکنم. یا بعضی وقت هست که اشک چشمه میاد، بعضی وقت هست که همینطور نمیتونم دیگه بخونم، بعضی وقت هست که چشمه هم نمیتونم، این اشک واقعا به شما میگم این اشک اونقدر سوزش داره که حتی نمیتونم باز کنم. یعنی یه چیزی من نمیدونم چرا، به چه دلیلی، بعضی وقت نمیتونم باز کنم، میخوام باز کنم اونقدر میسوزه و احساس میکنم این قدوسیت خداست که لمس کرده، نمیتونم الان حتی چشمام باز کنم. و الان میگم که ما که فرزندان خدا هستیم، یه خدای پرجلال هستیم، ما این مجذوبیت باید در ما اصلا ریشه گرفته. ما باید شروع کنیم خداوند با شادی زندگی کنیم، با شادی به آینده نگاه کنیم. پریروزم نه دیروز بود با نسرین هم همینطور نشسته بودیم، از خدمت آمده بودیم اونجا، من خسته بودم، تلویزیون رو روشن کردم، فوتبال بود اونجا و چیز دورتموند اونجا بازی میکرد، یا دورتموند هم لباس های زرد دارن. یعنی این استادیون رو دیدم و این مجذوبیت رو دیدم. یعنی همینطور با نسرین گفتم ببین چه مجذوبیت، با چه خوشحالی، با چه چی میگن، چه لغتی میشه، هیجان زده، همه اینجا پرچما رو چیز میکردن. یک فوتبالی هست، آخر یا با گریه میرن خونه یا با خنده میرن خونه، هنوز نمیدونن چه اتفاقی خواهد افتاد. فقط واقعا این جمعیت رو که لذت بردم، گفتم ببین این میشه مجذوبیت، این میشه واقعا علاقمندی. اینا عاشق فوتبال هستن و مخصوصا که خودشون رو با تیم خودشون یک کردن. تمام این بازی کننده زرد پوشیدن، تمام استادیوم زرد بود، مثل این که من با تو متحد هستم، یک هستم، تو برنده شدی، یک گل زدی، یعنی من گل زدم. اگه گل خوردی دلم تنگ میشه، چون با تو یک شدم دردم میاد. و
زمانی که اینو نگاه کردم گفتم ای خداوند کی میشه واقعا یه استادیونی باشه که اونجا همه هم رنگ با یک مجذوبیت، نه یک الان بریم اونجا یک کنسرت، بلکه چه با چه پرچمای بزرگی بود، اصلا نمیتونستم چطور اینا رو تکون میدادن. فقط این قدرتی که در این مجذوبیتی که درونش بود این باعث شد که اینطوری رفتار کنم، لذت. و من فکر میکنم منم میرفتم تو اتوماتیک خودم هم همینطور شروع میکردم به چیز کردن، اتوماتیک منو میبردن. فقط ما میخوام، من فکر میکنم امیدوارستم بتونم این مطلب رو برای شما روشن کنم عزیزان. واقعا کلام من خیلی ضعیفه، واقعا به شما میگم ضعیفه. نه منظور من اینه که الان نسیم بیاد اینجا موعظه کنه، خودش که زویزو همه چی رو خیلی عالی، کلامای عالی، تا خدای مکاشفه رو باز نکنه بهترین زبان فایده نداره. شاید خدا به این خاطر من اینجا گذاشته که اصلا هیچ بلد نباشم، آخر خدا زمانی که شما برکت گرفتید مطمئن باشید خدا بود، مطمئن باشید. الان ببینیم که در پیدایش ببینیم که خدا کجا ما رو گذاشته از اول. پیدایش باب 1 نباب 2 از آیه 8 تا 10، زمانی که خدا انسان رو شبیه خودش خلق کرد، آدم رو خلق کرد و اینجا میگه که و خداوند خدا باغی در عدن به طرف مشرق غرس نمود و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت. و خداوند خدا هر درخت خوشنما و خوشخوراک را از زمین رویانید و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیک و بد را. و نهری از عدن بیرون آمد تا باغ را سیراب کند و از آنجا منقسم گشته 4 شعبه شد. یا بعد از اینم توضیح میده که چه رودخونه هایی بوده اسمشو، و اونجا میگه که سنگای گرانبها بود، طلا بود، نمیدونم چیزهای دیگه، جواهرهایی بودن اونجا. خدا آدم رو چه کاری کرد؟ کجا گذاشت؟ تو کارخونه؟ تو بیابون؟ تو باغ عدن. عدن به زبان یونانی که ترجمه میشه زیبایی مطلق. در مزمور 5 هم اینجا میگه، اینجا باب 50 که میگه که از سیون که کمال زیبایی است خداوند تجلی نموده است. یعنی خدا آدم رو برداشت، کجا گذاشت؟ تو باغ عدن، خوش زیبایی مطلق. تمام درخت ها رو اونجا گذاشت، همه پر از میوه، پر از برکت. میخوام درست تصور کنی، خدا ما رو اونجا گذاشت، رودخونه هم هستن، جواهر هم هستن، همه چیز بود. الان زمانی که ما ایمان میاریم به عیسی مسیح عزیزان، مثل که خدا ور میداره، اون موقع هنوز آدم و حوا از این درخت حیات نخورده بودن، یا فقط الان در حال حاضر نگاه میکنیم، خدا زمانی که یک کسی ایمان میاره به عیسی مسیح، خدا ور میداره میبره توی باغ عدن، اونجا قرار میده و این درخت معرفت نیک و بدم کنده دیگه وجود نداره، درخت حیاتی هست که تو برداشتی خوردی، ما الان در اونجا قرار گرفتیم، زیبایی مطلق، میوه های زیبا، منظره عالی که ما فقط میتونیم نگاه کنیم بگیم خداوند چه کارایی کردی، چقدر زیباست، مجذوب بشیم برای چیزهایی که خداوند برای ما آماده کرده. من زمانی که مخصوصا در پاییز میرم پیاده روی تو شتاد پارک مایستس میرم اونجا، یا این برگهایی که میبینم، این رنگهای این برگها، رنگهای برگها، یعنی این برگها مردن، افتادن، اگه حیات دیگه ندارن، وصل نشدن، نگاه میکنم میگم چقدر زیباست. و میگم که خداوند واقعا این برگها رو نگاه میکنم میگم که واقعا پشت این برگ خود خدا حتی در مرگ یک زیباییه. چقدر شگفت انگیز هستی، چقدر عالی هستی. امروز هم این سرودی که خوندیم چه زیباست این طبیعت. حالا ما
مخصوصا که ما خلقت خدا هستیم، شبیه خدا خلق شدیم. ما به این خاطر خدا میخواد دوباره ما رو، ذهن ما رو، دید ما رو عوض کنه. مخصوصا که میگه که چشم تو به این چیزایی که نگاه میکنی، چیزایی که منفیه، چیزایی که بعد تو ظلمت رو برمیداری و بدن تو پر از ظلمت میکنی. و زمانی که چیزایی نگاه میکنی خدا برای تو داره، تمام این نور و جوال و هر چیزی که هست وارد میکنی، بدنت پر از نور میشه. به این خاطر ما مشکل داریم به خاطر اینکه چشمای ما رو روی چیزایی میگذاریم که هیچ حیاتی توش نیست. تمام چیزایی که در دنیا وجود داره، تمام وسوسه هایی که در این داره، زیبایی دنیا، همه چی تقلبه و دنبال این چیزایی میدویم، چشما روی این چیز میدوزیم و بعد از این فکر میکنیم پشتشون چیه؟ نوره، حیاته، زندگی هست. همین کاری بود که شیطان با هوا کرد. خیلی جالبه، نگاه کنین. نمیخوام قضاوت کنم، نمیخوام بگم که من جای هوا بودم طوری دیگه رفتار میکردم. فقط جالب اینه، الان نگاه، تصور کنی یه باقی از پر از شکو، جلال، رودخونه و تمام سنگهای گرانبها، جواهرها، همه چی افتادن اونجا و یک درختی هست. میگه این درخت نخور، اگه خوردی میمیری. و زمانی که هوا نگاه کرد و شیطان میاد میگه که نه، زمانی که تو بخوری مثل خدا میشی، نخواهی مرد. و اینجا کلام خدا میگه و هوا چشمش از تمام طبیعت برداشته، فقط به این درخت نگاه کرد و مجذوب شد. این به من اینو میده، این چیز رو به من میده و این چیز رو به من میده. و قدم رو برداشت، خورد، چشمش دوخت روی این درخت که نباید سی میخورد، آخر برداشت. نتیجه چی بود؟ کوری، یعنی کوری روحانی، اوریان، ترس در زندگیش به وجود آمد. تقریبا همین چیزی که الان خدا اینجا عیسی مسیح خودش هم میگه که چراغ چشم، چراغ بدن توست. نگاه کرد به چیزی و از اون میوهی که نبایستی میخورد خورد، ظلمت قرار گرفت. و زندگی ما هم اینطوری هم از عزیزان، مخصوصا جوانان، نوجوانان، امیدان، به چیزایی از نگاه میکنیم. ما تو باغ عدن هستیم، خدا ما رو یه جایی گذاشته که میتونیم لذت ببریم، نه فقط از طبیعت لذت ببریم، از اون خدایی که این خلقت رو خلق کرده. چون این خدا با این خلقتی که نگاه میکنیم میبینیم که شخصیتش، رفتارش، ماهیتش یا شخصیتش چیه. زمانی که فیلمای هم نگاه میکنم تو تلویزیون، فیلمای دریایی، تمام این ماهی ها رو نگاه میکنم، این رنگ های ماهی ها، این شکلی ماهی ها، هر ماهی یک شکو و جلالی داره. پشتش کیه؟ اون خدایی هست که نشسته و فکر کرده، گفته الان میخوایم اینطوری چیز کنیم، نقاشی کرده، رنگاشو گذاشته، طبیعتش رو و همینطورم تمام این رفتارهاشو چیز کرده، درونش گذاشته و انداخته روی دریا. زمانی که این دنیای دریایی نگاه میکنم، یه خدا من واقعا جلال، 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 فقط چی میتونم بگم؟ چه خدای عظیمی هستی، چه خدای شگفت انگیز هستی. و الان خدا من رو ورداشته، الان گذاشته توی باغ عدن، الان میگه که ببین، الان تو فرزند من هستی، الان میتونی از همه چی استفاده کنی. چشمت نگاه کن به توی کلوسیان هم اینجا میگه چشمتو نگذاریم بری این دنیا، بلکه چشمت بدوز به چیزایی که در بالاست. و زمانی که به این چیز چشمو میدوزیم، به این چیزایی که هست، از خداست، وعده های خداست، زمانی که میریم توی پرستش، زمانی میریم توی دعا، چشمو باز میکنیم به او، اونجاست که نور قرار میگیره، آرامش قرار میگیره، شادی در ما قرار میگیره. اون موقع است که لذت میبریم از خدا، لذت میبریم از خدا. خدای ما خدای مجذوبی هست، خدای ما خدایی هست که همینطور که گفتم اجاب انگیز هست، شگفت انگیز هست. همین سرودی که ما خوندیم، چه سرودی؟ توصیف،
توصیف ناپذیر، توصیف ناپذیر، تو بی انتها، توی آگاه از تعداد و نام ستارگان. الان از نام تمام ستارگان او آگاه داره، آگاه هست، و الان هم اسم تو در دستش هم نوشته. تو مال من هستی. زمانی که این چیزها رو که نگاه میکنیم، با هم میتونم بگم یک شادی، یک مجذوبیتی به وجود میاد در مورد برای عیسی مسیح. اون گنجی هست که من احتیاج دارم. به این خاطر پولس هم در رسالش نوشته، اگه یادتون باشه، در فیلیپیان باب 3 میگه که من خیلی چیزهایی به دست آوردم، حتی چیزهای روحانی هم بود، خیلی چیزهایی به دست آوردم. الان میتونی نصیب بخونی؟ اما آنچه مرا سود بود آن را به خاطر مسیح زیان شمردم، بلکه همه چیز را در قیاس با برتری شناخت خداوندم مسیح عیسی زیان میدانم، که به خاطر او همه چیز را از کف دادم. آری، اینها را همه فضله میشمارم تا مسیح را به دست آورم. مسیح نیز مرا به خاطر آن به چنگ آورده است. یا آمین. یعنی پولس اونجا نگاه میکنه، میبینی که واقعا همه چی رو به دست آورده بود، کلیساها رو ساخته بود، بنا کرده بود، همه چی. یعنی میتونم بگم واقعا یک مرد مسیح شده بود. میتونستم نگاه کنم که من پولس، من میخوام مثل تو باشم. فقط خدا میگه ببین این تمام چیز آشغالن، الان یک گنج، یه چیزی هست که منو گرفته، منو ویل نمیکنه. این میشه یک مجذوبیت مقدس. موعظه امروز مجذوبیت مقدس. من رو گرفته، من نمیتونم ولش کنم، هیچ چیزی نمیتونه جا رو بگیره. اوست که منو خوشبخت میکنه، اوست که به من نفس میده، او کیست، به من نور میده، غذا میده، همه چی اوست. هیچ چیزی نمیخوام جز از او. و این چیزهایی هست که عزیزان خدا میخواد در ما روشن کنه که ما جایگاه خودمون رو بدونیم. ما تو باغ عدن هستیم، شیطان هم له شده زیر پاهای ما. ما الان در پیروزی زندگی میکنیم، فقط میتونیم از تمام نعمت ها، از تمام چیزهایی که خداوند به ما بخشیده، اول لذت ببریم، مجذوب بشیم و دنبالش بریم و بگیم خداوند میخوام تو رو بشناسم، میخوام چشمای منو باز کنی خداوند، نمیخوام از امروز به بعد چیزهای دنیا رو نگاه کنم. الان نگاه کنید، دنیا دنبال چیه؟ تمام مثلا در این قرن 21 که ما زندگی میکنیم، تمام این مدیا چه کاری میکنن؟ میلیون ها خرج میکنن یه چیزی ظاهر کنن که تو رو جذب کنن. درست یا نه؟ میری توی خیابون، آگاهی ها تمام این شرکت ها دنبال چشمای ما هستن. یه مود جدید چشمت گرفته، تو رو جذب کرده، این شلوار رو باید داشته باشم، یا این نمیدونم لباس رو باید داشته باشم. عزیزان میخوام، منم میرم خریدم میکنم، منم سعی میکنم چیزای خوبی هم بپوشم، یا فقط اجازه نمیدم اینا منو جذب کنن. الان چون چند مدت از به نسل میگفتم من احتیاج ندارم به چیزهای دیگه، یه همه چی رو دارم، ما منتظر عیسی مسیح هستم که میاد ما رو بوده بشه. پولمون رو سرمایه گذاری نمی کنم برای چیزهایی که موندنی باشه. دنیا دنبال اینه که ما رو جذب کنه. زمانی که با چشمام نگاه کنیم و یه چیزی هست که اگه ما رو جذب کنه، پس اونجا میتونم بگم ما رو چیز کرده، ما رو گرفته. آلمانی رو که زمانی که نگاه میکردم، آلمانی میگن مجذوبیت میشه فاسیناسیون، به زبان آلمانی فاسیناسیون. فاسیناسیون از لغت فاسینا، چیز لاتینه، فازیناره. فازیناله میشه که دست و پای کسی رو بستن، زنجیر کردن، میشه فاسیناسیون. به این خاطر اینجا میگه که عیسی مسیح نیز من رو به خاطر آن به چنگ آورده است.
زمانی که از یه چیزی که فسینیت هستی، مجذوب هستی، مثل این که این چیزی که اونجا هست تو رو گرفته، نه تو او رو گرفتی، او تو رو گرفته. آمین. مثل این که تو نمیتونی که ولش کنی. و همینطور هم چیزای منفی هست، فسیناسیونه، یعنی مجذوبیت منفی هم وجود داره و مجذوبیت مثبت وجود داره. مجذوبیت تاریکی وجود داره که تاریکی میاره، مجذوبیت نور که نور برای زندگی تو میاره. آمین. مهم اینه که چشمامون روی چه چیزایی میخوایم بدوزیم. به این خاطر گفتم که عزیزان، خدا میخواد طوری ما رو هدایت کنه که بر نگردیم به این چیزای گذشته، یا چیزای گذشته که حل شده، توبه شده، بازگشت شده. الان ما چشمامون باید بندازیم روی چیزایی که هست که خداوند برای ما آماده کرده. در رومیان باب 1 آیه 21 و 22 اینجا صحبت میکنه در مورد این آفرینش، که چطور ما زمانی که انسان، زمانی که خدا رو رد میکنه، چطور اتوماتیک توی این ظلمت قرار میگیره. نسل جا میتونی اینا بخونی؟ زیرا هرچند خدا را شناختند، اما او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند، بلکه در اندیشه خود به بطالت گرفتار آمدند و دلهای بیفهم ایشان را تاریکی فرا گرفت. گرچه ادعای حکمت میکردند، اما احمق گردیدند و جلال خدای غیرفانی را و تمثالهای شبیه انسان فانی و پرندگان و حیوانات و خزندگان معاوضه کردند. پس خدا نیز ایشان را در شهوات دلشان به ناپاکی واگذاشت. آمین. یعنی در مورد انسان بشر صحبت میکنه که امکان را داشتند، میتونستن. این باب رو اصلا کلا بخونی که واقعا باب وحشتناکیه. یا میگه که خدا رو میشناختن، میدونستن که خدا وجود داره. از تمام طبیعت، خدا به وسیله طبیعت تمام هستی خودش رو آشکار کرده. فقط چون دلهاشون خدا رو رد کردن، اتوماتیک توی ظلمت افتادن. یه زمان ما هم تو این ظلمت بودیم، نه؟ با فیض خدا، خدا ما رو نجات داد. فقط اینجا میگه پس خدا نیز ایشان را در شهوت دلشون به ناپاکی واگذاشت. پس ما الان فرزندان خدا هستیم عزیزان. ما باید واقعا، اگه واقعا میخوای زندگی موفقی داشته باشه، اگه میخوای واقعا بدن تو پر از نور باشه، باید ببینیم که چشمای خودمون روی چه چیزایی میخواییم بندازیم. پیام انجیل ما پیامی نیست که تو اجازه داری این بکنی، اجازه نداری این کارو بکنی. این شریعتی نیست، بلکه نگاه کردن به وعده های خدا و دریافت کردن، باور کردنه. به این خاطر خیلی افرادی هستن که زده شدن از مسیحیت، چون مسیحیت رو از مسیحیت یک دینی، یک مذهبی ساختن، فقط فراموش کردن که هدایت کنن، که بتونیم با اون خدای مجذوبی، خدای شگفت انگیز نگاه کنی که خدا تو رو کجا قرار گرفته، یا خدایی که عجاب انگیز هست. به این خاطر اول خودمون باید باور کنیم عزیزان. این پیام برای منم همینطور هم هست. منم در اینش باید دائما زندگی کنم. ما باید باور کنیم. مجذوبیت در ما نهادینه شده، چون خدای ما خدای اجاب انگیز هست. خدا ما رو در باغ عدن گذاشته. هر چیزی که ما احتیاج داریم، هر میوهی احتیاج داریم، خوشمزه ترین میوه هایی که وجود داره، چیزای ثمرای روح هم هست، هر چیزی هست که خداوند به ما بخشیده، ما بتونیم از اون استفاده کنیم. و مواظب باشیم چشمای خودمون رو روی این درخت هایی که شیطان اینجا روز به روز میسازه، که میگذاره و میزنی نه میتونی بخوری، چیزی نیست. خدا مهم اینه که الان خدا تو رو دوست داره، همه چیزم برای تو آماده کرده، نجاتم پیدا کردی، و چیزی بدی نیست الان بتونی از این درخت هم بخوری. و این باعث میشه، این گولهای شیطانه که باعث میشه که ما دوباره وارد یک ظلمتی میشیم. پس ما توانایی رو داریم و باور باید بکنیم که خدای ما خدای شگفت انگیزه، خدای اجاب انگیزه، خدایی هست که خودش زمانی که کتاب مقدس رو نگاه میکنه پر از شادیه،
شادی کنیم، وجد نماییم. بیاین در این سرودی هم که همینطورم ای طالبان خداوند شادمان باشین و از کارهای عجیب او رو تعریف کنین و تمام چیزهایی که از آیه های کتاب مقدس از مزامیر و همینطورم اشعای نبی اینجا نوشته شده و این چیزهایی هست که ما اعلام میکنیم و زمانی که اعلام میکنیم باید هم یواش یواش یاد بگیریم توش هم زندگی کردن. ما باید مجذوب عیسی مسیح بشیم. فقط میتونیم بشیم زمانی که باور بکنی و دنبالش بری. بعضی هستن که میگن من این مجذوبیت رو میخوام در من به وجود بیاد یا من میخوام دنبالش، من نمیدونم چه کارهایی باید انجام بدم، آیا باید یه کارهایی انجام بدم. اول اینه که باید باور داشته باشیم. باور داشته باشین از امروز به بعد تو حد چقدر از طریق فیزیکی در این دنیا هستی، از طریق روحی در باغ عدن هستی. اینو الان باید نگاه کنی و آنجام باورم کنی که این دنیا، سیستم این دنیا اینطوری که دائما میلیون ها میلیارد ها پول خرج میکنن که تو رو جذب این چیز کارهای خودش یا این چیزهایی که آماده کرده بکنن. اینو باید آگاه باشی اگر واقعا میخوای یک زونن آفگانگ، طلوع آفتاب میگن، طلوع آفتاب ببینی. تو نمیتونی ساعت 12 بری اونجا طلوع آفتاب ببینی. طلوع آفتاب میخوای ببینی ساعت 6:05 باید بیدار بشی. درسته یا نه؟ تو نمیتونی الان بگی عیسی مسیح الان بیا الان مجذوبیت یا جلال خودت رو نشون بده. تو باید بلال قدمایی برداری، یه دیسیپلینی باید اونجا باشه. بدون دیسیپلین نمیتونی. من باید صبح زود بردارم. یک قربانی است که خدا من واقعا تو رو جدی گرفتم. من میخوام واقعا زندگی من پر از مجذوبیت تو باشه. من میخوام تو منو گرفته باشی، مثل همون پولس میگه زندگی من باید روی این ساخته بشه. این اتوماتیک دیگه باعث میشه که هر احکامی هست که خداوند نوشته یا کسی میاد منو نصیحت میکنه گوش میکنم و اطاعت میکنم. اطاعت نمی کنم که الان من باید اطاعت کنم، اطاعت می کنم چون می دونم می خوام در نور زندگی کنم. یا به این خاطر خدا من توی کلیسا خادمین رهبرا همین چیز نوشته که شما رو در روح و همینطور در نور هدایت کنیم. اگر دنبال این نباشیم عزیزان، دنبال این مجذوبیت، یعنی دنبال این نباشیم که خدا رو واقعا یک خدایی نگاه کنیم که میخواد با تو تاریخ این دنیا رو بنویسه، خدای نه فقط قادر متعال، قادر مطلقه، بلکه خدایی هستی و این منو خیلی چیز میکنه، منو خیلی جذب میکنه. خدایی هستی که به من میگه آلبرت من میخوام با تو دنیا رو دیگرگون کنم، تاریخ دنیا رو عوض کنم، تاریخ دنیا رو تاثیر بذارم روی این دنیا. من میتونم اجازه دارم شریک خدا باشم، شریک روح القدس باشم. این اصلا کلا منو تشویق میکنه. من این مجذوبیت رو در من به وجود میاره. من شریک خدا، تو شریک خدا. زمانی که در کار خدا هستیم و به خدا اجازه میدم، میگم خدا من واقعا میخوام، یعنی یه چیزی هست که باید باور کنم و باورم میکنم من شریک خدا هستم، شریک روح القدس هستم و میخوام گوش کنم، توجه کنم، میخوام او رو جستجو کنم، او رو ببینم. و اینجاست که مجذوبیت به وجود میاد. من دنبال یک حبابی نمیدوم، بلکه دنبال یک پادشاه رب العرباب میدوم. و این چیزایی هست که در تو باید به وجود بیاد، باور کنی و دنبالش بری، قدم‌ها رو برداری که بدنت دوباره برگرده یا نور خدا دوباره برگرده در زندگی تو، فکرای تو تازه میشه. چرا ما نمیتونیم درست تصمیم گیری کنیم؟ چرا هر دفعه دور خودمون میچرخیم؟ چون ظلمت اونجا، قسمت‌های ظلمت در ما قرار گرفته. چون چشم تو دوختی روی چیزایی که نباید
نگاه کنی. جالبش اینه که اون موقع اینکه این قسمتی که در متی باب 6 خوندیم اینجا میگه که چشم چراغ بدن هست، بعد از این بلافاصله چی میگه؟ تو نمیتونی دوتا خدا داشته باشی. بلافاصله بعد از این میگه تو نمیتونی این دوتا چشمی داری با دوتا چیزهای مختلف نگاه کنی، یا ظلمته یا نوره. و باب قبلم که عیسی مسیح اونجا در مورد ازدواج که صحبت کرد گفته که چی؟ به شما گفته شده طلاق نگیریم، من به شما میگم اگر با چشم خودت با چشم ناپاک به یه زن نگاه کنی زنا کردی، ظلمت وارد شده. به این خاطر باید اینجا نگاه کنم بگم چشم خودم روی چه چیزایی میندازم، چه چیزایی باور میکنم و دنبال چه چیزایی هستم. و بعضی وقت که تو تلویزیون هم نگاه میکنی میبینی که بعضی وقت کانالایی که چیز میشه من اینطور چی میگن عوض میکنی، یهو میبینی یک عکسی، یک فیلمی هست، یه چیزی هست که واقعا میتونه دوباره ناپاک کنه. بلافاصله باید اونجا تصمیم گیری. یه کسی که واقعا در این قسمت زندگی میکنه، عاشق مسیحه، اون موقع هست که اتوماتیک دیگه برمیداری. در این قرن 21 پورنوگرافی، سکس، چیزای شهوت‌هایی که الان اینجا تبلیغ میکنه شیطان، و مخصوصا برای قوم خدا که ما را از این هدف بیرون کنه. فقط میخوام تشویق کنم عزیزان، باور کنیم. امروز این چیز رو، این کلام رو که شنیدیم، مطمئن هستم خداست که ما رو در این قسمت میخواد هدایت کنه که بدونیم ما کجا قرار گرفتیم. و اگر میخوای همون طلوع به آفتاب رو ببینی، پس باید یک دیسیپلینی در زندگی تو قرار بگیره. خدا به ما این توانایی رو داده، در ما گذاشته، چون خودش خدای شاد هست، خدای مجذوبی هست، میخواد ما هم در این حال زندگی کنیم. مجذوبیت در ما، دوباره میگم، نهادینه شده، چون خدای ما خدای اجاب انگیز هست. ما طبیعت او رو داریم. خدا لذت میبره، خدا لذت میبره از خلقت خودش. ما هم باید یاد بگیریم چیزایی که مال خداست لذت ببریم. از اول با خدا شروع میشه که از خدا لذت ببریم، و همینطور هم از قوم خدا شروع کنیم لذت بردن. تک تک شما که اینجا هستین که روح خدا در شما قرار گرفته، ما باید ببینیم همه شما منحصر به فرد هستین. ما باید یاد بگیریم به خلقتی که خدا خلق کرده، که شبیه خودش خلق کرده، حتی از این طریق هم لذت ببریم. آمین. به این خاطر امروز میخواییم وقت رو بذاریم برای عوض کردن ذهنهای خودمونو. شاید احتیاج هست برای توبه، بازگشت. تو باید انتخاب کنین، همینطور که عیسی گفته چشم چراغ بدن است. اگر چشمت سالم باشد تمام وجودت روشن خواهد بود. شاید چشمت تا امروز شاید ناآگاه بودی، نمیدونستی، شاید هم آگاهانه این کار کردی. نگاه کن به زندگی خودت، خدا خودت کجا قرار گرفتی، و بتونیم قسمت دوم. اما اگر چشمت فاسد باشه تمام وجودت رو ظلمت فرا خواهد گرفت. خوب میشه چشمان رو ببندیم. همینطوری که بسته هست، فقط تو نسلی میتونی، این از مکاشفه هست، اینو اینجا بخونی. علی رضا مکاشفه Offenbarung. Ja. الان همه چشمام بسته باشه. این فقط میخوام همینطور چشم بسته نگاه کنین. یوحنا شاگرد عیسی مسیح، که شاگردی بود که عیسی مسیح رو، یعنی نزدیکترین شاگردی بود. عیسی مسیح رو خیلی خوب
در اون زمان 3 سال و نیم میشناخت و توی جزیره پاتموس بود و اونجا این رویا رو دید و اینجا عیسی مسیح با ما صحبت کرد و الان تمرکزتون اینجا باشه. الان ببینید که با چشماش چی رو دید و چه واکنشی نشون داد. در میان چراغ پایه ها کسی شبیه انسان بود که ردای بلندی بر تن داشت و زره زرینی به دور سینه‌اش بود. موهای او مثل پشم یا برف سفید بود و چشمانش مثل آتش می درخشید. پاهایش مثل برنجی برنزی که در کوره گداخته و سپس شفاف شده باشد درخشان بود و صدایش مانند صدای آبشار. او در دست راست خود 7 ستاره داشت و از دهانش شمشیری تیز و دودم بیرون می آمد و چهرهش مانند خورشید نیمروز می درخشید. وقتی او را دیدم مثل مرده پیش پای او افتادم، اما او دست راست خود را بر من گذاشت و گفت: نترس، من اول و آخر هستم، من زنده بودم و مردم و اکنون تا ابد زنده هستم و کلیدهای مرگ و جهان مردگان را در دست دارم. من الف و یا هستم، خداوند متعال که بود و هست و خواهد آمد. هللویا خداوند. مرسی خداوند که عیسی این تصویری که یوحنا شاگرد تو دید خداوند، اون خدای واقعی ماست که پر از جلال و شکوه، کلامایی وجود نداره که بتونیم دو رو توضیح بدیم خداوند. پس باور میکنیم که خدای شگفت انگیز هستی، اجاب انگیز هستی. امزم تو رو به حضور تو آمدیم. خداوند تو میبینی که در قسمت هایی هست که بدنهای ما کم و پیش شاید ظلمت فرو گرفته، فکرهای ما بسته هستن، دید ما درست نیست، چون چشمای خودمون رو استفاده کردیم و چیزهای دیگه باور کردیم، به چیزهایی که قولهایی که این دنیا به ما میدن که پشتش هیچ حیاتی نیست. خداوند امروز هم میخواییم خداوند باور کنیم که تو تک تک ما رو روی باغ عدن گذاشتی، زیبایی مطلق و زیباترین خودت هستی. خداوند میخوایم امروزم با توبه و بازگشت به حضور تو بیاییم خداوند، که همینطور که تو به کلیسای لاودیسیا گفتی که شما فکر میکنین میبینین فقط شما کور هستین، بیاین این پماد رو از من وردارین بمالین که بتونیم ببینین. خداوند واقعا احتیاج داریم خداوند با این دیدن تو رو ببینیم خداوند، و چه خدای عالی که تمام خداوند زیبایی در تو مخفی است خداوند. تمام گنج های کلام تو میگه که گنج های حکمت و شناخت در تو است خداوند. خداوند دعا میکنیم
امروز هم خداوند این مجذوبیت در ما روشن کنی برای تو، برای خودت، یک مجذوبیت روحانی خداوند مقدس که از امروز به بعد مواظب چشمامون باشیم، به چه چیزی نگاه میکنیم، چه چیزی رو اجازه میدیم ما رو جذب کنه، ما رو بگیره. دعا میکنیم خداوند حکمت به ما ببخشی در این قسمت، روز به روز خداوند بتونیم تو رو جستجو کنیم، روز به روز بتونیم خداوند باور کنیم کجا ما رو گذاشتی و از چه میوه هایی میتونیم بخوریم، از چه درخت هایی میتونیم بخوریم. یه لحظه همینطور در حضور خداوند باشین و الان یک وقتی هم هست اگر واقعا این کلام با قلب خودت صحبت کرده، اگر شادی تو واقعا در چیزای دنیایی دیدی و اگر تو وسوسه ها افتادی، خدا امروز این امکان رو میده که توبه کنی، بازگشت کنی و قطع رابطه کنی. چیزایی که تو رو جذب کردن، چیزایی که تو رو توی زندان انداختن، یه زمانی هست که نگاه کن تصمیم بگیر، خون عیسی مسیح اینجاست که تو رو گناه تو رو بشوره، پاک کنه. فقط تصمیم جدی بگیر. زمانی که به چیزایی که از خداست نگاه میکنیم، اون موقع هست که تسلی میاد، آرامش میاد، گرمی روح قدس اونجا قرار میگیره.